در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوالهایی که چهارشنبه 26 بهمن 1401 از معظم الله پرسیده شد این بود که بنابر آیه 280 سوره بقره تا چه مقدار باید به بدهکار مهلت داد؟ پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. إلى ميسر شو قد ما قدر مديون 1000 دينار. الآن هم وقت وقت أداء الدين واصل، بس ما عنده هذا. القرآن يكون كريم يقول فنظرة إلى ميسر، يعني يمهله حتى يصير يسر، يعني يقدر ينطي شقد ما يكون، يوم، شهر، سنة، 10 سنوات، إطلاق إله. إلا ميسر. إلا ميسر إمام المسلمين واجب عليه يؤدي الدين الذي المدين ما يقدر ينطيه، وصار حرج أو ضرر على اللي مدينه منطي فلوس، هذا على الإمام. النبي صلى الله عليه وآله قال فإلي وعلي. خوه إذا يفقد قيمته يكون بالقيمة التي وقت لأنه قلنا ظاهرا القيمة حيث تقييدي مو حيث تعليلي، يعني لأن هذا المال في ذلك الوقت بهذه القيمة يعتبر. در نشست علمی چهارشنبه 26 بهمن 1401 همچنین سوالهای مختلف دیگری درباره استفاده راویان از کنیه ابوالحسن برای امیرمؤمنان علی علیه السلام، امام سجاد، امام کاظم، امام رضا و امام هادی علیهم السلام، علت ازدواج نکردن دختران حضرت امام کاظم علیه السلام، حکم قاعده لا تعاد در نمازهای مستحب و نماز مستحب منظور، ایرادهای متنی و سندی به تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، اصل تجافی برای شخصی که نماز را بر روی صندلی میخواند، چگونگی ایستادن یک مأموم مرد و چند مأموم خانم، حکم حائل شدن دیوار میان خانم‌ها و آقایان در نماز جماعت، حکم روزه گرفتن مسافری که قبل از ظهر به 8 فرسخی برود و قبل از ظهر برگردد، ملاک در حد ترخص، حکم نماز مسافری که می‌داند آخر وقت به متن می‌رسد، حکم خریدن فیش حج، حکم جماعت خواندن نماز طواف، حکم روزه گرفتن در سفر، متعلق نذر قرار گرفتن 3 روز روزه گرفتن در مدینه و حکم رؤیت هلال توسط فردی که چشمش دید قوی دارد پرسیده شد که آیت الله العظمی شیرازی دامظله به یکایک سوالها با سعه صدر پاسخ دادند. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان 4 مردان، کوچه 6، رأس ساعت 11:15 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده نشست علمی باشید.